بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. در درسای گذشته ما شما بسیار چیزا درباره عقیده خواندیم، همچنان ما شما شروع کردیم از تعریف عقیده، موضوعات علم عقیده، اهم کتاب های علم عقیده و همچنان حکم علم عقیده. این چیزا رو ما شما ابتدا خواندیم، باز بعد از او فرق بین مستحیل و غیر مستحیل و جایز و او چیزا رو خواندیم. موضوعی که در درس گذشته ما شما خوانده بودیم، موضوعی وجودی الله متعال بود. اول صفت از صفات الله متعال که ما شما خواندیم، از صفات ذاتیه و وجودی الله متعال بود که مقابلش عدم است، و عدم در حق الله متعال مستحیل است. پس در صفتهای الله متعال صفت واجب است که وجود است، و صفت مستحیل است که عدم است. ایره ما شما خواندیم در درس گذشته و در باره صفت وجود الله متعال ما شما ادله وجود الله متعال را به تفصیل خواندیم. اختصارش فقط میکنیم به خاطر ای که اگر بعضی محصلان نبودن مستفید میشن. در باره وجود الله متعال ما شما چهار قسم دلائل وجود الله متعال را خواندیم. دلیل اول درباره وجود الله متعال دلیل عقل بود. عقل دلالت به وجود الله متعال می کند. عقل دلالت به این می کند که هر چیز که پیدا می شه بدون موجد و بدون خالق پیدا نمی شد. هر موجود یک خالق دارد، هر معلول یک علت دارد، هر سبب یک مسبب دارد. این قاعده عقلی است، قانون عقلی است. اما شما که به اتاق بیاییم ببینیم که در اینجا یک چیزی وجود داره، دلالت به این میکنه که یک کس آمده ای را در اینجا موجود کرده. امی کائناتی بزرگ، آسمان و زمین و همه چیزا، ای که ما شما میبینیم، ای همه دلالت به چی میکنه؟ به یک خالق. ای چیزا میکنه، آسمان یک خالق داره، زمین یک خالق داره، کوها یک خالق داره، دریاها یک خالق داره، درخت ها یک خالق داره. ما انسان ها هم خالق داریم که ما را آفریده. عربیا و کوچیا باندچیا میگه که یک از یک عربی پرسان شد که چه قسم الله را میشناسی، گفت که الاثر يدل على المسير والبعره تدل على البعير. اینا ما شما خواندیم. بس این قسم کائنات بزرگ چه قسم میشود که بدون از خالق پیدا شود؟ ای دلیل عقلی بود. در عقل هر انسان ای میاید و باید که استدلال ازی شود. دوم قسم دلیل فطرت بود. دلیل فطرت به ایمان که در فطرت و طبیعت انسان خداوند تعالی دلیل وجودی الهی پیدا کرده. هر انسان طوری که در عالم ارواح الله رب العزت انسان را پیدا کرد، باز برش گفت که الستو بربکم قالو بلا. همین قسم در قلبش، در روحش، در فطرتش، در طبیعتش ای گذاشته که تو خالق داری. و وقتی که سر انسان یک مشکل میآید، یک تکلیف میآید، روبروی یک حاجت و ضرورت میشه، در این حالت خود به خود صدایی از انسان می برای که یا خالقی یا الهی ای کاری مرا کن. ببینین شما
این کافرا مشرکا بود پرستا که عبادت بتها را می کردن در زمان رسول الله صلی الله علیه و پیش و زمان نوح و غیره انبیاء علیه السلام. اونا وقتی که دوچار یک مشکل می شدن با صدایشان برای کی می برا؟ برای الله متعال. پس وجود الله متعال در فطرت انسان، در طبیعت انسان وجود داره. الله متعال می فرمه و اذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان. در فطرت انسان اینا که در کشتی می شدن امواج می آمدن ورایشان گم می کردن، باز صدایشان برای کی می بود؟ یا الله یا رب. هر قسم طبیعت هر انسان است که وقتی در مشکل واقع میشه پس صدایش به طرف الله متعال میشه یگانه. باز میفهمه که نبوت فایده میکنه. میبینید میکرونا همیشان متوجه الله شد. حتی ترامپ خودش گفت که غیر از اسمان دیگران نداره که علاج کرونا میکنه. ای چی بود؟ فطرت. فطرت خودش تقاضایی میکنه که در هندوستان میبینین بت‌هایشان میده کردن یا هر جای دیگر. پس دلالتی و ای هم دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به دلالت میکنه. کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه. بعد من دلیل سوم دلیل حس است، دلیلی که ما محسوس میکنیم، میبینیم با چشم های خود میبینیم. چه قسم دلیل محسوس میکنیم؟ محسوس این میکنیم که الله متعال موجود است. وقتی که برای ما یک چیز روبرو میشه و قانونی طبیعت بگویم سنن یک قسم باشه لیکن باز هم او برای ما تغییر به دعا تغییر میشه یا به یک عنایت الهی خاص بالا یک شخص میباشه و او مشکل دور میشه، این خودش دلالت به این میکنه که در اوجه یک خالق است که کارها را منظم و مرتب میکنه. مثلا یکی از انبیای کرام در مقابل قومش استاد میشه و ضعیفم میباشه، لیکن وقتی که قومش میخواه که او را بکشه نمیتواند. ابراهیم علیه السلام را میخواستن که در آتش بسوزانن نتانستن. چرا نتانستن؟ به خاطر ای که یک اله موجود بود، یک خالق موجود بود که حمایت بنده خود ابراهیم علیه السلام را میکرد. همین قسم دیگه پیامبرا، همین قسم رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که از الله متعال یک دعا میخواهد و خدا متعال نصرتش میکنه. حتی همه نیکان و صالحین که از خدا دعا میخواهد دستای خدا بالا میکنه، الله متعال دستایش خالی برش پس نمیگردن، دعایش قبول میکنه. و این دلالت به چی میکنه؟ به وجودی خالق میکنه، به وجودی یک ذات میکنه که دعاها را قبول میکنه. که این چیزای محسوس هستن، ما میبینیم کسایی که با امرای الله هستن الله نصرتشان میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وكان حقا علینا نصر المؤمنین ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. یک چیزی محسوس شده است، دیده شده در هر قوم، در هر زمان و در هر وقت. و دلیل چهارم دلیل نقلی است، دلیل شریعت است که در شریعت ما آمده که الله وجود داره. آیا در وجودی الله کدام شک است؟ هر نبی که آمده یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره، همه امر و کار در دست الله متعال، الا له الخلق والامر، در شریعت ما آمده. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. بس إيه دليلي نقلي بود
آية شرعي بود كي درباري شريعة درباري وجود الله متعال دليلي شرعي وجود داشت اي تقريبا چيزاي درساي سابق بود كي ما تكرار كن و اي در كتاب بسيار تفصيلي بود به اين خاطر ما خلاصيش در امي 4 نقطه بري شما واضح كردم. اقوال فلاسفه، اقوال علما، اقوال ساينسدان ها، اقوال غربي ها، مسلمان و غير مسلمان را در صاحب كتاب ذكر كردم. ميتونين كي شما مراجعه به كتاب كنين، تقريبا 30 صفحه، بيشتر از 30 صفحه در این بحث در وجود الله متعال را کرده و ادله عقلی و نقلی را آورده، ادله شرعی را آورده، اقوال فقها، اقوال علما، فلاسفه، ساینسدان ها، از مسلمان ها و غیر مسلمان ها آورده و نقل کرده. شما می دانید که او را خودتان بخوانین و شامل مفردات ما است. خو میایم بعد از او به صفتی دومی الله متعال که صفتی اول است و ایره ما در اوجه خواندیم صفت قدم. صفت قدمی الله متعال که الله متعال قدیم است، اول نداره. اول یعنی از این که پیش کسی نبود. الله متعال اول است، قدیم است که پیش از او کسی نبود و مسبوق به عدم نیست. مسبوق به عدم به ایمان که یک زمانه نبود که بگویم که در او زمانه نعوذ بالله الله نبود. قدم الله متعال واجب است، ثابت است عقلا هم و شرعا هم، چرا که زدش متصور نمیشه که بگوییم که خالق نعوذ بالله حادث است. قدم زدش حدوث است و حدوث در حق الله متعال مستحیل است، چرا که اگر الله متعال حادث می بود پس محتاج می بود به کسی که او را پیدا کنه و الله متعال از احتیاجی پاک است. پس عقل دلالت به این میکنه که خالق باید چی باشه؟ محتاج نباشه. به این خاطر الله متعال میفرماید هو الاول والاخر. الله تعالی اول است و آخر است. اول کسی که ابتدا به وجودش نباشد، الذي لا ابتداء لوجوده وهو الذي هو سابق في وجوده كل حادث، از هر حادث سابق است. پس وجودش از ذات خودش است و علت وجود را نداره. امام بخاری رحمه الله در حدیث طویل از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرده، می فرماید کان الله ولم یکن شیء قبله. الله تعالی وجود داشت که هیچ چیز قبل از الله وجود نداشت و عرش الله متعال و آب بود. باز الله متعال سماوات آسمان ها و زمین را پیدا کرد و کتب فی الذکر کل شیء، در ذکر در لوح محفوظ همه چیزها را نوشته کرد. پس وقتی که شیطان در فکر انسان داخل شود و فکر انسان را تغییر بدهد، در این حالت باز انسان چی میشه؟ گمراه میشه. فالجئ الى ربك فاذا اراد الشيطان ان يبلبل فكرك بامور ليس في قدره العقل الانساني القاصر ادراكها فالجئ الى ربك واطلب حمايته ومعونته بقولك اياك نعبد واياك نستعين وقف عند ذلك مستسلما لله قائلا آمنت بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گاهی وقت در ذهن انسان یک وسوسه شیطان پیدا میکنه که برش میگه که الله اول است سید، لیکن ای الله را باز کی پیدا کرده؟ در این حالت باید انسان خود به الله تسلیم کنه و ایاک نعبد و ایاک نستعین بگویه و آمنت بالله بگویه.
رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فرمى لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا. هميشه مردم پرسان ميكنه حتى كي اي هم يك روز شاید گفته شود كي خلق الله الخلق، الله همه چیزها را پیدا کرده. فمن خلق الله؟ پس ای الله را کی پیدا کرده؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله. هر کسی که ای چیزها را در قلبش پیدا شد باز باید چی بگوید؟ آمنت بالله باید بگوید. درباره اولیت الله متعال باید انسان تا همی حد برسه. اگر ما بگیم که الله را کی پیدا کرده، یک دیگه الله پیدا کرده، دیگه الله را کی پیدا کرده، یک دیگه الله پیدا کرده، یک دیگه، این تسلسل است، این لانهایی است، این دور واقعی می شود و این امکان نداره که این گپ خلاص شود. و نه تنها این درباره حق الله متعال ما شما میگیم، در دنیا چیزا است که ما دربارش توقف میکنیم. پیش از این چیز نمی بود. مثلا در ریاضیات ما میگیم پنج است، مثلا عدد پنج. پیش از پنج چند است؟ چهار است. پیش از چهار چند است؟ سه است. پیش از سه چی است؟ دو است. پیش از دو چی است؟ یک است. پیش از یک چی است؟ صفر است. پیش از صفر چی است؟ هیچ. پیش از صفر چی است؟ هیچ. پیش از چه قسم، یعنی در دنیا هم چیزا است. پس مثلا پیش از آدم چی بود؟ آدم آخری حد است. همچنان درباره الله متعال همه چیزها را کی پیدا کرده؟ الله پیدا کرده. الله حد است، پیش از او رفتن نمیشه. پس درباره صفات الله متعال اول است و اول ابتدا است که پیش از الله متعال هیچ چیز نبود. کان الله ولم يكن شيء معه، الله بود و هیچ چیز نبود. صفت سوم صفت آخر است، هو الاول والآخر، الله تعالی اول است و الله آخر است. و ایره صفت بقا گفته میشه، یعنی الله متعال آخر است، باقی است، همه چیزا از بین میره، میمیره، تباه میشه، هلاک میشه، فقط الله متعال میمان، آخر است. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم اليه ترجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. و الله متعال آخر، يعني بعد از دیگه چیز نیست، آخر نداره، فانی نمیشه، بقا لازم به الله متعال است. عدم در برابر الله متعال، یا در حق الله متعال چی است؟ مستحیل است. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه اگر الله تعالی نعوذ بالله فنا می شد، پس او حادث می بود و حادث محتاج می باشد و الله متعال محتاج نیست. و امکن فی العقل ان یفنا لکان حادثا ولم یکن قدیما مع انه تعالی. وصفات بقاء وقدم اي الصفات واجب الله متعال است، وذر حق الله متعال مستحيل است كي فنا شوا. ضد بقاء فنا است در حق الله متعال عقلا وشرعا جائز نيست، مستحيل است. دلائل الشرعي چی است؟ الله متعال می فرماید كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. هر چیزی که سر زمین است فانی میشه، تنها وجه الله متعال باقی میماند. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم اليه ترجع. هر شيء، هر چیز هلاك میشه، فقط روی الله متعال میماند. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. در صحيح مسلم حديث است، الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرما هو الاول والاخر، در ايات تفسير ان ايات، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، يا ايات در سوره حديد است، در تفسير شم يفرما اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. یا الله تو اول استی، پیش از تو هیچ چیز نبود.
وأنت الآخر فليس بعدك شيء. تو آخر استي بعد استو هيتشيز نيست. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. تو ظاهر استي أولا يتو ديك تشيز نيست. وأنت الباطل فليس دونك شيء. تو باطن استي بس استو ديك تشيز باطن نيست. ای هم از صفات الله متعال بود که الله متعال آخر است و بعد از الله متعال هیچ چیز نیست. همه چیزا به الله متعال میمانه و برای الله متعال رجوع میکنه هر چیز. صفتی بعدی، صفتی چهارم الله متعال است که او را صفتی مشابهت میگه، که ای در حق الله متعال مستحیل است، مشابهت وجودی مشابهت. اصل صفت ای است که لیس کمثله شیء، مانند الله متعال هیچ شیء نیست، هیچ چیز وجود ندارد. ان الله تعالی لا یمکن ان یکون مشابها للحوادث. الله متعال، ذات الله متعال، صفات الله متعال، اسماء الله متعال، افعال الله متعال، ای چی نداره؟ مشابهت نداره با مخلوقات، با حوادث. چرا؟ اگر الله متعال مشابه به حوادث می بود، پس الله متعال هم حادث می بود، و او اگر حادث می بود، پس قدم الله متعال ثابت نمی شد. و قدم الله ثابت است، پس حدوث الله مستحیل است. و به این معنا هر چیزی که به حدوث داری میشه مشابهت داره و در حق الله متعال چی میباشه؟ مستحیل. پس الله متعال مخالف حوادث است، مانند الله متعال هیچ چیز نیست. یعنی هر چیزی که صفات حدوث را داشته باشه او حادث میباشه. و اگر الله متعال با امرای مخلوقاتش مشابه می بود، پس صفات حدوث داشته. و صفات حدوث دلالت به چی میکنه؟ به عدم قدامت میکنه، قدیم نیست، نعوذ بالله. پس این درباره الله متعال مستحیل است. الله متعال میفرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. مانند الله متعال هیچ چیز نیست و الله متعال سمیع و بصیر است. در آیات دیگر در سوره اخلاص می فرماید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد، مانند الله متعال کدام مثیل و شبیه نیست. ای ولم یکن له احد مشابها له تعالی فی ای شیء. در هیچ چیز مشابه الله متعال هیچ چیز نیست. ومن هنا ندرك ونعلم أنه تعالى وجب وثبت له مخالفته للحوادث ويستحيل عقلا، عقلا ناممكن است، مستحيل است شرعا هم مشابهة الله متعال بمخلوقات. در إيجا يك مسألة ميايا ومسألة إيستا که در بعضی آیات های قرآن کریم در احادیث نبوی هم بعضی چیزا است که دلالت به مشابهتی الله با مخلوقات میکنه، ظاهرش دلالت به میکنه. مثلا الرحمن علی العرش استوى ید الله فوق ایدیهم و هو القاهر فوق عباده وجه ربک. این قسم آیات ها دلالت به میکنه که نعوذ بالله الله هم مانند بندگان است، استوا میکنه، فوق و تحت داره، ید داره، و ای هم قسم مشابهت است. ثبت ان الله تعالى مخالف للحوادث ولكن جاء في القرآن والسنة آيات وحديث ظاهرها يوهم ان الله تعالى يشبه خلقه وإليك أمثلة لذلك. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده وهو الله في السماوات وفي الأرض ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يد الله فوق أيديه
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ده الأحاديث الشريفة. ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله متعال در هر شب نازل میشه به آسمان دنیا وقتی که ثلث الليل سوم حصه شب باقی میمانه. باز میگوید: هل من سائل، کسی است که از ما سوال کنه که سوالش بتم، کسی است که دعا کنه که دعایش قبول کنیم، کسی است که مغفرت بخواه که برش مغفرت کنیم. در حدیثی بعدی است: ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. اي هم دل هاي انسانان در بين دو انگشت الله متعال است، توري كي بخواه امو طرف او را صرف ميكنه، تغيير ميته. اي نصوص و امثال اي يجب تجاهها ما يأتي. اول بايد ما ايمان در باريش داشته باشيم که این ثابت است در کتاب الله متعال، در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و هر چیزی که در قرآن کریم و سنت متواتره آمده باشه ما در بارش باید عقیده داشته باشیم، و که این درست است صحیح است در باره الله متعال. دوم ای که ایمان به ای باید داشته باشیم که الله متعال مشابهت و مخلوق نداره. الله متعال در ذاتش، در صفاتش، در فعالش یگانه است، مشابهت با مخلوق ندارد. سوم، کوشش تأویل این نصوص را باید نکنیم، چرا که اگر تأویل کنیم شاید تأویل مرادی الله نباشد. تأویل در این قسم چیزا که بگوییم که استوا معنایش استیلا است، آیا این مراد الله است؟ اگر بگویم که این مراد الله باشه گناهگار میشیم. ید به معنی قدرت است، گناهگار میشیم. و باید عقیده داشته باشیم که الله استوا کرده. چه قسم استوا کرده؟ کیفیتش برای ما معلوم نیست. الله فوق عباد است. چه قسم فوق عباد است؟ مکانش کجا است؟ چه قسم است؟ الله اعلم. باید عقیده داشتن که الله وجه داره، ید داره، لیکن چی قسم؟ آیا مانند دست ها و چشم های و روی ما است؟ الله نه، نه. حقیقت و کیفیتش برای ما معلوم نیست. لیکن بعضی علما تأویل کردن، کثیر من العلماء الذين جاءوا بعد القرن الخامس الهجری رأوا ان تلك النصوص ان تركت بدون تأویل ربما يترتب على عدمها تأويلها وتفسيرها وقوع الذين لم يتعمق. بعضشان باز کوشش تأويل كدن بخاطر اي كي اگر تأويل نشدن شاید بعضشان در چي واقع شون؟ در گمراهي واقع شون. بخاطرشان اونا چي کردن؟ تأويل کردن. تأويلي كي در زبان عربي وجود داشت، مطابق زبان عربی، مطابق حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونا تأویل کردن. گفتن که مراد از استوا استیلا است، که ای هم بعضی متأخرین یا بعضی خلف متأخرین علما، صاحب کتاب هم میگه که این قسم تأویل مناسب نیست، که استوا را به استیلا تأویل کنه و یدره به قدرت تأویل کنه این مناسب نیست. والذی ارتضیه للقارئ هو ان یکون سلفیا بعیدا عن التأویل و ان یرفض مذهب الخلف رفضا تاما فإنه بدع من القول لا يسوق الأخذ به و بناء على ذلك يجب القول بأن الله تعالى متصف بالعلو على خلقه والاستواء على عرشه وأن اليد والرجل والقدم والعين والأعين والنزول إلى السماء وغير ذلك مما ورد به النصوص والسنة النبوية كله من صفات الله تعالى على الوجه الذي يلو. بعد ما إهم صفات رب الله متعال، علو، استواء، يد، رجل، قدم، عين رب الله متعال ثابت كنم، لكن كما يليق بذاته، چه قسم بذات الله متعال مناسب باشه، هر قسم باید برای الله متعال
ثابت شوه، د ای باره باید چیز نشوه، تأویل نشوه. خوب ای است ان شاء الله. د ای مسائل باز هم یک تفصیل در درس آینده میتیم که صفات الله متعال چه قسم برای الله متعال ثابت شوه. امروز همین قدر بس است. درس امروزی ما درباره صفات الله متعال بود. اول صفت را ما شما صفتی اولیتی الله متعال را خواندیم، وجود را در درس های گذشته خوانده بودیم. امروز اولیت کی قدم است و واجب است برای الله متعال و زدش حدوث است، مستحیل است، ای را خواندیم. دلایل عقلی و نقلیش خواندیم. صفت دوم آخر بودن یا بقا بودن الله متعال است که مقابلش فنا است، که درباره الله متعال مستحیل است، ادله عقلی و نقلی دربارش خواندیم. سیوم قسم لیس کمثله شیء، صفت الله متعال خواندیم و مقابلش مشابهت به حوادث است، او مستحیل است در حق الله متعال، ادلهش عقلی و نقلی را خواندیم. و همچنان بعضی صفت ها و دلائل که در حدیث و قرآن وجود داره که ظاهرا از او فهمیده میشه که مشابهت الله متعال به مخلوق، او را هم در بارش باید عقیده داشته باشیم که درست است، و ای هم عقیده باید داشته باشیم که مشابه الله هیچ مشابهت به مخلوق نداره و تأویل ای صفات را باید نکنیم، بلکه برای الله متعال ثابت کنیم که کما یلیق بجلاله، ای همه صفات برای الله متعال ثابت است. و ای مذهبی سلف است، مذهبی مطابقی. درباره حقیقتش بگویم که کیفیت و حقیقتش ما نمیدانیم. الله استوى على العرش كما يليق بشانه والكيف مجهول، توركي امام مالك رحمه الله گفته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.